سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. ویدیو امروز هم باز در اتاق معرفی فیلمه و این بار قراره با هم دیگه فیلمای مورد علاقه مارتین اسکورسیزی رو بررسی کنیم. همین یه هفته پیش این کارگردان با رسانه ایندی وایر مصاحبه داشت و 75 فیلم مورد علاقه خودش رو نام برد که حالا تو این ویدیو ما 10 تا از این فیلما رو معرفی میکنیم. فیلمایی که اسکورسیزی دوست داشتن چند تا ویژگی ثابت داره. نکته اول اینه که بزرگوار از دهه 60 به اینور دیگه با سینما حال نکرده. این کلا اگه برید به لیست فیلما نگاه کنید به طور میانگین مال دهه 40 ان، یعنی فیلماش مال زمان جنگ جهانی دومن. مثلا یکی از فیلمای مورد علاقش برای سال 1902 یکی از اولین فیلم‌های تاریخ سینما، یعنی برای 121 سال قبل فیلم. مثلا جدا از بحث صامت بودن و سیاه‌سفید بودن، اصلا فریم‌هاش رو هم دیگه میتونید ببینید، یعنی انقدر قدیمیه که اگه فیلم هوگو رو دیده باشید اسکورسیزی اصلا به این فیلم خیلی اشاره میکرد توی داستان خودش. ولی به هر حال تو این لیست من سعی کردم اونایی که از بقیه جدیدتر هستن رو انتخاب کنم. چندین فیلمم توی فیلم‌های مورد علاقه اسکورسیزی بودن که خیلی شناخته شدن، مثل فیلم شاینینگ، اودیسه 2001 یا مثلا سایکو ساخته آلفرد هیچکاک. اینا هم چون دیگه خیلی معروف بودن دیگه توی لیست نیوردن. این توضیحاتی که دادم دیگه، حالا بریم سراغ فیلم‌های مورد علاقه اسکورسیزی. اولیش میشه فیلم ورتیگو. تقریبا میشه گفتش که اسکورسیزی از تمام فیلم‌های آلفرد هیچکاک خوشش میاد. ورتیگو رو بیشتر از همه توصیفات خیلی عجیبی راجع به این فیلم کرده. گفته که این فیلم شاهکار سینماست. تو این فیلم جیمز استوارت فقید بازی می‌کنه. داستان فیلم در رابطه با یک کاراگاهه که توسط یک فرد پولدار استخدام میشه. میگه برو همسر منو تعقیب کن. این هر روز از خونه پا میشه میره بیرون، وقتی هم که برمیگرده یادش نمیاد کجا رفته، تو تعقیبش کن ببین کجا میره. این کاراگاه هم این زن رو تعقیب میکنه، میبینه این آدم هر روز میره موزه به نقاشی یه نفر خیره میشه، نقاشی زنی که خودش حالا داستانهایی برای خودش داره و هر بار که برمیگرده خونه یادش نمیاد که همچین کاری کرده. و این کاراگاه خیلی زود میفهمه که این تابلوی نقاشی یه ربطی با این زن داستان ما داره. معنی اسم این فیلم میشه سرگیجه و آلفرد هیچکاک برای ساخت این فیلم اومد از تکنیکای خاصی استفاده کرد که سرگیجه رو توی تصویر بتونه به نمایش بذاره. مثلا نوع زوم لنز دوربین رو جوری تغییر میداد که شما احساس کنید سرت داره گیج میره توی سینما. و برای همین زمان خودش خیلی خیلی فیلم مهمی بودش. یکی دیگه از ویژگی‌های فیلم‌های آلفرد هیچکاک اینه که احساس تعلیق خیلی بالا دارن، یعنی که شما هم نمیتونی آخرش رو حدس بزنی، هم که هی می‌خوای ببینی آخرش چی میشه. هی اتفاقات توی داستان شما رو کنجکاو می‌کنن برای ادامش. و کلا یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ سینماست و از اون فیلم‌های کلاسیکی که حتماً باید ببینیدش. اسکورسیزی از فیلم پرندگان آلفرد هیچکاک هم خیلی تعریف کرده بودش. یه فیلم مورد علاقه دیگه اسکورسیزی میشه فیلم ایسترن پرامیس که کارگردان این فیلم دیوید کراننبرگ که احتمالاً ازش یه فیلم حداقل دیدین، مثلا فیلم دفلای. سبک فیلم‌های این کارگردان سبک سمیه، یعنی کلاً از این کارگردانه که همش دل و روده همو دارن تو فیلم‌ها میکشن بیرون. پسرش هم دقیقاً کارگردان شده، دقیقاً به همین سبک کارگردانی می‌کنه. سال گذشته دونه فیلم منتشر کرده بود توی جشنواره کن که منتشر شده بود، مردم از پای فیلم بلند می‌شدن، نمی‌تونستن تحمل کنن حال به هم زن بودن فیلم. حالا تو این فیلم وینسنت کاسل همینطور ویگو مورتنسن به همراه نامی واتس بازی میکنن. سبک فیلم هم جنایی، مافیایی و خیلی تاریکه، همون سبک کاملا مورد علاقه اسکورسیزیه. فیلم داستان یه دختر باردار رو تعریف میکنه که میره بیمارستان برای به دنیا آوردن بچهش. وقتی که بچهش رو به دنیا میاره از دنیا میره و پرستارا میرن دفتر خاطرات این مادر رو میخونن، متوجه میشن که بچه متعلق به یه فردیه که توی لندن و توی رستوران کار میکنه. وقتی که میرن به اون رستوران تا این بچه رو تحویل بدن، میفهمن که صاحب این رستوران رئیس یکی از باندای مافیای روسیه است و این رستوران هم کلن یه پوششه برای کارهاش. یه نکته مهم داره این فیلم اینه که بازی ویگو مورتنسن به شدت برای این فیلم مورد تحسین قرار گرفت. نامزد اسکار هم شد، البته نتونست برنده بشه. یه بازی انجام داده که هیچ وقت نمیتونید فراموشش کنید. نمره این فیلم هم توی سایت راتن هم متا شده 63. ولی یه نکته ای داره، اینکه مثل چند تا دیگه از فیلم‌های این لیست دچار شکست تجاری شده. خیلی عجیبه، ولی خیلی از فیلم‌هایی که اسکورسیزی دوست دارن مختص گیشه نبودن و شکست تجاری خوردن. اون یکی فیلمی که اسکورسیزی خیلی بهش علاقه داره فیلم میدسامر که فلورنس پیو توش بازی کرده و یکی از جدیدترین فیلم‌های این لیسته. انقدر اسکورسیزی از این فیلم خوشش اومده که اگه همین اخبار رو تو این چند هفته گذشته دنبال کرده باشید، توی مصاحبه‌اش دیدید که گفته فیلم کیلر آف دی فلاور مون رو از روی فیلم میدسامر الهام گرفته. یعنی تمام قاب‌بندی‌ها، نورپردازی‌ها تماماً الگو گرفته از روی فیلم میدسامر. این فیلم در ژانر ترسناک روانشناختی آری آستر کارگردانشه، همون کسی که ممکنه ازش فیلم پردیتری رو دیده باشید یا مثلا همین چند وقت پیش فیلم بو ایز افرید از این کارگردان منتشر شد. داستان این فیلم در رابطه با یه دختریه که به همراه دوستاش میره به سفر اروپا تا توی یه مراسم محلی شرکت کنه، اما خیلی زود متوجه میشه که این محلیایی که رفته تو خونه زندگیشون یه رازی رو اونجا دارن پنهان میکنن و به نظر نمیرسه که خیلی هم آدمای خوبی باشن و خیلی زود
اوضاع از کنترل خارج میشه. فیلم بعدی لیستمون میشه فیلم وایلد تیلز که معنی اسمش میشه حکایت‌های وحشیانه، که همین معنی اسمش مشخص می‌کنه که فیلم داستانش چجوریه. خود این فیلم از 6 تا داستان متفاوت تشکیل شده که به هم چسبیدن. همه‌شون هم یه سری اتفاقات وحشتناک رو به تصویر می‌کشن. یعنی میاد توی فیلم یه سری اتفاقات عادی و کوچیک رو نشون میده که به خاطر یه دونه تصمیم اشتباه تبدیل به یه بحران بزرگ میشن. و حالا هدفش چی؟ هدفش می‌خواد نشون بده که پشت این نقاب متمدنانه‌ای که آدم‌ها به صورتشون زدن می‌تونه چه توهم هوشی وجود داشته باشه. تو تمام این داستان‌ها آدما کارهای وحشتناک می‌کنن در حالی که خیلی ظاهر عادی دارن. مثلا تو یکی از داستان‌ها اینجوری که یه رئیس گانگستر اومده کاندید شهرداری شده، بعد میاد توی یه رستوران، سر آشپز میدونه که این چه آدم بدیه، برای همین تصمیم میگیره که اینو بکشه. تو غذاش مرگ موش می‌ریزه که بچه یارو گانگسترم میاد و که حالا بعد خود ببینید که چه اتفاقی میفته. این فیلم یه تفاوتی داره با بیشتر فیلم‌های این لیست، اینه که این یکی خیلی موفقیت تجاری زیادی به دست آورد. 4 میلیون دلار بیشتر بود چه نداشت، 44 میلیون دلار فروختش. محصول کشور آرژانتین هم است و توی اون سالی که منتشر شد کاندید جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی شد. همین که منتقدین هم خیلی تحسینش کردن. البته میگم فیلم یه سبک خیلی خاص خشن داره، بعد علاقه به این سبک رو داشته باشید تا بتونید ببینیدش. فیلم پیسز آف وومن یا همون تکه های یک زن، فیلمی که اصلا اسکورسیزی انقدر بهش علاقه داشت که تهیه کننده اجرایی این فیلم شد. توی فیلم ونسا کربی بازی میکنه و داستانش در رابطه با یه زوج جوونه که دارن مادر و پدر میشن، ولی سهلنگاری پرستار باعث میشه که موقع زایمان فرزند از دنیا بره و در طول فیلم یه تجربه احساسی خیلی عمیق رو برای ما به تصویر میکشن که این اتفاق چه تأثیری روی زندگی این زن میذاره. از اون طرف این اتفاق تأثیر عمیقی هم میذاره رو زندگی اون پرستار، همینجور پدر خانواده هم دچار بحران روحی روانی میشه. کلا وقتی که فیلم رو میبینیم انگاری وارد یه گرداب احساسی در این خانواده شدیم. بازی ونسا کربی تو این فیلم به شدت تحسین شد، به طوری که توی جشنواره فیلم ونیز برنده بهترین بازیگر زن شدش. در بافتا و گلدن گلوب و اسکار هم نامزد شد ولی نتونست برنده بشه. مارتین اسکورسیزی در تو این فیلم گفته که خیلی خوبه که میتونم همچین فیلم تماشا کنم چون میتونه منو غافلگیر کنه و گفته که این برای من افتخاره که برای پخش شدن این فیلم کمک تونستم بکنم. اینم بهش دقت کنید که این فیلم بیشتر از اینکه بخواد یه داستان رو تعریف بکنه، یه تجربه سینمایی عمیق و منحصر به فرد به احساسات آدم هاست. برای همین زیاد برای سرگرمی شاید ساخته نشده باشه. برای همین هم توی گیشه خیلی موفق نبود. یا مثلا یه نکته دیگه اینه که خیلی از منتقدین نمره‌های بالایی میگیره ولی مردم بهش نمره‌های معمولی میدن. بیشتر از اون فیلم هاست که برای علاقه‌مندان به خود فیلم و فیلمسازیه. حالا توی همین سبک فیلم اسکورسیزی یه انیمه هم دوست داره که مثل همین فیلمه. اسمش هستش پرفکت بلو، قدیمی برای سال 97 و کارگردانی این انیمه رو کارگردانی کرده که مثلا انیمه های معروفی مثل پاپریکا یا توکیو گادفادر رو هم اومده ساخته. معنی اسمش میشه آبی بی‌نقص. داستانش اینجوریه که در واقع یه خواننده است که خیلی محبوب طرفدارای تعصبی داره، ولی این خواننده میخواد کارش رو رها کنه بره بازیگر بشه، میخواد سرنوشت هنری خودش رو توی سینما دنبال کنه. در نهایت توی سریال هم بازی میکنه که این سریال صحنه‌های جنسی داره. بازی کردن توی این سریال باعث میشه که نگاه‌ها بهش عوض بشه، اطرافیانش همجور طرفداراش رفتارهای دیگه بهش نشون میدن، همینطور زندگی این هنرمند درگیر میشه با یه سری از قتل‌های مرموز. یکی از ویژگی‌های انیمه اینه که بین توهم و واقعیت در حرکت. شما گاهی اوقات مرزهاش رو ممکنه گم کنید. در این حد بهتون میگم که فیلم مرثیه برای یک رویا که خیلی فیلم معروفیه، مرز بین واقعیت و توهم رو به زیبایی نشون داده، الهام گرفته شده از همین انیمه است. طوری که دارن آرنوفسکی مجبور شده بخشای از این انیمه رو حق پخششون رو بخره تا دقیقاً از اون الهام بگیره و توی فیلم مرثیه برای یک رویا ازشون استفاده کنه. همینجور خود این کارگردان گفته که اصلا فیلم بلک سوان یا همون قوی سیاه رو از روی همین انیمه الهام گرفته. اما گفتیم که اسکورسیزی علاقه زیادی به آلفرد هیچکاک داره. یکی دیگه از کارگردانایی هم که بسیار بهش احترام میذاره آکیرو کوروساواس. این کارگردان علاقه زیادی به فیلم رن داره. این فیلم یکی از محبوب ترین فیلم‌های آسیای شرقی، یکی از بهترین اقتباس‌ها از آثار شکسپیر به حساب میاد و به باور خیلی از کارشناسا آخرین شاهکار کوروساواس. داستان این فیلم در رابطه با قرون وسطاست. یه پادشاه توی شرق آسیا که دیگه الان خیلی سال خورده شده، تصمیم میگیره اواخر عمرش خودش تصمیم بگیره تا سلطنت رو انتقال بده. سه تا فرزند خودش رو دعوت می‌کنه، میگه می‌خوام من قدرتمو به بهترین شماها انتقال بدم. این تصمیم پادشاه باعث میشه در حالی که شاه هنوز زنده است، جنگ قدرت بین پسراش اتفاق بیفته. اینکه کی قرار قدرت رو از پدرش بگیره. فرزند ارشد خودشو محق میدونه، فرزند کوچیک‌تر میگه من باهوش‌ترم، فرزند وسطی میگه من به پدرم بیشتر خدمت کردم، به کشور بیشتر خدمت کردم. همین باعث میشه که هر کدومشون به نحوی دشمن همدیگه بشن و با همدیگه وارد جنگ بشن. نکته
نکته جالب در اتم این فیلم اینه که 11 سال طراحی صحنه فیلم طول کشیده. دونه دونه صحنه های فیلم رو خود آکیرو کوروساوا نقاشی کرده و همینطور اگه به فیلم دقت بکنید هر کدوم از قاب های تصویر شکل تابلو نقاشی هست. مرحله ساختش هم خیلی طولانی شد. در نهایت این فیلم نامزد 4 جایزه اسکار شد از جمله بهترین کارگردانی، که معمولا فیلمایی که آمریکایی نیستن به سختی کارگردانشون کاندید میشن در زمینه بهترین کارگردان. ولی در آخر این فیلم تونست جایزه اسکار بهترین طراحی لباس رو به دست بیاره. یکی دیگه از فیلمای لیستمون میشه فیلم بری لیندن. این فیلم میشه 10th فیلم بلند استنلی کوبریک. با این فیلم میتونیم متوجه بشیم که چی میشه اسکورسیزی یه فیلمو انتخاب میکنه به عنوان فیلمای مورد علاقه‌اش. قطعاً فرم فیلمسازی براش بسیار مهمه، چون تمام فیلمایی که تو این لیست هستن کارگردانا به نوع قابایی که انتخاب میکنن خیلی اهمیت میدن، اصلا یه جورای کمالگراهن. این فیلم هم داستانش توی قرن 18 اتفاق میفته توی یه خانواده روستایی ساده، که مردی توی این خانواده عاشق دختر عموش میشه، تصمیم میگیره باهاش ازدواج کنه ولی موفق نمیشه، پس میره به جنگ و طی اتفاقات عجیبی زندگیش اصلا وارد یه مرحله دیگه میشه، میره اصلا پولدار میشه، اصلا دنیاش اصلا تغییر میکنه. این فیلم به عنوان یکی از بهترین فیلمهای استنلی کوبریک ازش یاد میشه. کمالگرایی در این فیلم به نهایت خودش میرسه، در حدی که توی یکی از سکانسهای معروفش به کمک یکی از لنزهای مخصوص ناسا تصویربرداری شده و فقط 10 شمع بوده که محیط اطراف رو روشن کرده بوده. منتقدین از این فیلم خیلی تحسین کردن، برنده اسکار بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی شدش، برنده اسکار بهترین فیلمبرداری و همینجور بهترین طراحی صحنه و لباس شد. البته فیلم یه خورده قدیمیه، برای دهه 70ه، ولی اگر واقعا که از عاشقان سینما هستید دیدن این فیلم مادسته. و آخرین فیلم این لیست میشه فیلم Open Your Eyes، که پنلوپه کروز تو این فیلم بازی میکنه و کارگردان این فیلم آلخاندرو آمناباره، همون کسی که فیلم The Sea Inside یا فیلم The Other رو که احتمالاً دیدینش کارگردانی کرده. این فیلم یه نسخه آمریکایی هم داره که نسخه آمریکاییش به شدت معروف تره، میشه فیلم وانیلا اسکای که تام کروز توش بازی میکرد. ژانرش عاشقانه و روانشناختیه، یه خورده ممکنه مرموز و معمایی هم باشه. داستان فیلم در اتوی پسر خوشتیپه که عاشق یه دختری شده به اسم سوفیا، تلاش میکنه بهش برسه، از اون طرف یه دختر یه هم عاشق این پسر شده. این مثلث عشقی باعث به وجود اومدن یه حادثه رانندگی میشه و توی این حادثه صورت پسر از بین میره، ولی با عمل جراحی میتونه خودشو خوب کنه و حالا یه سری اتفاقات عجیبی تو محیط اطراف این پسر میفته. گاهی اوقات مرز بین واقعیت و خواب هی به هم میریزه و اتفاقات عجیبی شروع به اتفاق افتادن. نکته جالب دیگه در اتم فیلم اینه که این فیلم هم توی گیشه شکست خورد و فقط 9 میلیون دلار تونست بفروشه، ولی خب از نظر نمره مخصوصا تو سایت IMDb تونست موفقیت زیادی به دست بیاره. اما در آخرم یه اشاره بکنم به علاقه اسکورسیزی به سینمای ایران. نمیدونی یا نه، ولی این کارگردان با عباس کیارستمی دوستی صمیمی داشتن، هنوز که هنوزه دائم از عباس کیارستمی یاد میکنه این کارگردان. خیلی از دلایل تصمیماتش رو وقتی میپرسن میگه به خاطر اینکه از عباس کیارستمی یاد گرفتم که فلان کارو انجام بدم. در اتوباش اینجوری صحبت میکنه، میگه وقتی فیلم درخت زیتون رو میبینم دوباره پاکی و خلوص سینما رو میتونم با چشمای خودم ببینم. عباس کیارستمی باعث شدش که اسکورسیزی نسبت به سینمای ایران یه دیدگاه جدید داشته باشه، به طوری که با هزینه‌های بنیاد خودش فیلم‌های کلاسیک ایرانی مثل شطرنج باد که محمد رضا اصلانی ساخته، همینطور فیلم چریک تارا و غریب و مهر رو که بهرام بیضایی ساخته بود با کیفیت 4K ترمیمشون کرد و توی جشنواره‌های سینمای اکرانشون می‌کنه تا بقیه هم با سینمای ایران آشنا بشن. خب دوستان، اینم از ویدیو امروز، امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اگه واقعا از اون کسایی هستید که به خود سینما علاقه دارید، فیلمایی که اسکورسیزی معرفی می‌کنن رو حتما ببینید، چون واقعا سبک و سلیقه خیلی خاصی داره تو معرفی کردن فیلم. اگر می‌دونید دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و به امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.